در جمله جنبش‌های فکری که بالای جوامع اسلامی تأثیر بزرگی بر جا گذاشته، یکی هم جنبش اسلامی جدید یا جنبش اسلامی است که سید جمال الدین افغانی بنیانگذار از او است. بعضی ها جنبش سید جمال الدین افغانی را یا جنبش ال افغانی را هم در جمله سلفگری حساب میکنند، اما سید جمال الدین افغانی میدانیم که بین سالهای 1838 تا 1897 زندگی کرد و متولد کنر افغانستان است. اما سلفگری بعد از آن که توسط سید جمال الدین افغانی تکامل یافت و بعد توسط محمد عبده مصری که در سالهای 1849 تا 1905 در مصر زندگی میکرد دنبال شد، جنبش های اسلامگرای امروزی از جمله اخوان المسلمین مصر و پیروان ازاره در کشورهای مانند افغانستان با وجود آورد که ما تبارز از دوره در بوجود آمدن حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حزب جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی میبینیم. در اینجا سلفی‌گری به جای تمرکز بر سی نسل اول اسلام به اولین دوره اسلام یعنی عصر طلایی تمدن اسلامی مراجعه میکنه تا پتانسیل زندگی مسلمان های او عصر بررسی کرده و از او الهام بگیره. در این مکتب سلف و گذشتگان مرجع تقلید نیستند، بلکه برای انگیزه و راهنمایی هستند. هدف این جنبش تطهیر اندیشه و عمل بود، اما همچنین هدف آنها اعمال سلفگری در احتمالات آینده تصور نشده بود می باشد. آنها شروع به ادغام عقل و وحی کردند و در هنگام تضاد این دو عقل را بر تفاسیر پیشین نشریه ترجیح دادند. یعنی به اساس مکتب که سید جمال الدین افغان و ابن عبده مصری او را رواج داد، ادغام عقل و وحی مورد نظرشان بود و می گفتند که زمانی که بین این دو تضاد موجود باشه، عقل را بر تفاسیر قبلی از شریعت ترجیح می دادند. محمد عبده اغلب به عنوان ماتریدی توقف بندی می شود، اما عقاید او به نیو معتزله گرایی نزدیک تر است. یعنی ما افکار سید جمال الدین افغانی را و افکار محمد ابن عبده را می توانیم بگیم که نیو معتزله گرایی. پیروان الافغانی به الهیات احترام می گذاشتند و فلسفه را میخواندند، در حالی که وهابیت به احادیث تکیه کرده بود و خود را در تقابل با فرقه های مختلف در جان اسلام تعریف میکرد. این سلفی های جدید با مدرنیته غربی تعامل داشتند. آنان تحت تأثیر متفکران روشنگری قرن 18 کوشیدند تا اندیشه اسلامی را با جهان غرب رو در رو کنند. متعاقبا در اینجا گرایش به گسترش آموزه های اسلامی در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی راه پیدا می کند. سلفی‌گری الافغانی با قرائت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از اسلام متمایز می شود، کم با استبداد محلی و دولت های فاسد اسلامی مخالف بود و هم با امپریالیزم سیاسی و فرهنگی جهان غرب مخالفت. اگرچه او برخی از جنبه های تمدن غربی مانند علم، تخنیک،
فناوری مدرن تحسین میکرد پیروان الافغانی برای ادغام ارزش‌های اسلامی با ارزش‌های تمدن معاصر کوشیدند. تشکر از توجه. لطفاً با چینل ما مشترک شوید.